وقفوهم انهم مسئولون. نگهشون دارید اینا رو. کجا دارن میرن اینا؟ اینا باید بازخواست بشن. کجا دارن میرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. توکلت على الملك الحي الذي لا يموت واستعنت بذي العزة والمجد والعظمة والجبروت. الحمد لله الذي ألا في توهده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وأزم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين على أئمة الهداة المهديين سيما على مولانا وملازنا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وأرزك توام وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أساس زندگی انسان چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی بر دو پای استوار است. آقای بفرمایید. یکی حب و یکی بغض. زندگی انسان چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی بر همین دو پای استواره، یکی محبت ها یکی عداوت ها. بعد دیشب این جمله رو عرض کردم، گفتم که دین اسلام حب دارد، بغض دارد، وصل دارد، قطع دارد، جذب دارد، دفع دارد. ولیکن به ما دستور دادن که انسان مؤمن جذب او، وصل او، حب او بر اساس ایمانش و بر محور خدای تعالی جلت عظمته می باشد. تمام خواسته هاش، تمام دوستی ها، چه نسبت به افراد و چه نسبت به اشیاء بر محور خداست. چرا فرزند تو میخوای، زن تو میخوای، پدر تو میخوای، ارحام و خیشان تو میخوای، دوستان تو میخوای، قدرت تو میخوای، ریاست تو میخوای، مال تو میخوای؟ محور محبت برای مؤمن در این عرصه دنیا خداست. و اگر محور محبت خدا قرار گرفت، خود این محبت برای یک انسان مؤمن میشه عبادت. امام صادق سلام الله علیه میفهمند که وقتی یک پدر فرزند خردسال خودش روی زانو می نشاند، بر محور خدا به این فرزند محبت دارد، دستشو میگذاره روی سر این فرزند میکشد، هر مویی که از زیر دست این پدر داره رد میشه، یک حسنه ای تو نامه عمل او ثبت میشود. چرا؟ چون این محبت هم مهر خدایی خورده، بر محور خداست. تمام دوستی های ما، تمام محبت های ما به اشیاء یا افراد اگر شد بر محور خدا، همش میشه عبادت. ولذا دیشب عرض کردم اگر محور محبت یک مؤمن شد خدا، در این عرصه دنیا می نگرد که رو خدا بیشتر از دیگران دوست می دارد، بر محور خدا
اون کسی را که خدا از دیگران بیشتر دوست می‌دارد، او رو بیشتر می‌خواد. و وقتی یک مؤمن یه مقدار دقت کند، به راحتی می‌یابد که در این عالم هستی خداوند منان وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو قطعاً از دیگران بیشتر دوست می‌دارد و این انوار مقدس محبوب ترین افرادن در نزد ذات اقدس احدیت جلت عظمتو. این مال جنبه حبش، وصلش، جذبش. و اما جنبه قطع، دفع، بغض هم یک مؤمن بر محور خدا دیگران را دفع می کند، بر محور خدا قطع می کند، بر محور خدا نسبت به دیگران عداوت از خود نشون می دهد. خداوند منان در شب معراج به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود وجبت محبتی للمتحابین فی وللمتقاطعین. مرحوم دیلمی در ارشاد داره وللمتعاطفین، وللمتقاطعین فی وللمتواصلین فی. رسولم، من دوست می دارم اون بنده ای را که محور محبتش در این دنیا منم، محور قطع او و وصل او هم من می باشم. چرا بریدی؟ چرا از دیگری رو برگردوندی؟ چرا اعراض کردی؟ چرا از دیگری مؤمن کینه به دل گرفتی؟ آیا برای خدا بود یا برای اغراض شخصی خودت؟ مؤمن نباید در جذب و در دفعش یا در وصل و قطع و حب و بغضش، اگر مؤمن است، اغراض شخصی خودش رو دخیل کند. می نگرد در این عرصه دنیا ببینه که کی رو خدا نمی خواهد، به خاطر خدا از دیگران قطع می کند، به خاطر خدا از دیگران فاصله می گیرد. کی رو خدا نمی خواهد؟ هر عقل عاقلی او رو هدایت میکند که خداوند اهل گناه، اهل فساد، اهل ظلم، اهل تجاوز، اهل خیانت، اونهایی که گستاخی به قانون او میکنند، خداوند چنین افرادی را نمیخواهد، دوست نمیدارد، انسان بی نماز را نمیخواهد، انسانی که اهل شرب خمر است، اهل قمار است، اهل ظلم است، اهل اذیت و آزار به دیگران است، اهل شب نشینی و تماشا کردن صحنه های مبتذل است، خدا چنین انسانی رو دوست نمی دارد. مؤمن اگر مؤمن است، به خاطر خدا اون کسی را که خدا نمی خواهد از او قطع می کند. این مؤمنه، این مؤمن واقعیه. آیه‌ای که در صدر سخن براتون تلاوت کردم در سوره مبارکه مجادله، چه آیه زیبایی است. لا تجد قوما، رسولم نمییابی افرادی را که یؤمنون بالله و رسوله، به خدا ایمان داشته باشن، به پیغمبرم ایمان داشته باشن، اما یوادون دوست بدارن،
کی رو دوست بدارن؟ من حاد الله، کسی را که خدا و پیغمبرش او را دشمن می دارن، ولو کانو آباءهم، ولو پدرانشون باشن، او ابناءهم یا فرزندانشون باشن، او اخوانهم یا برادرانشون باشن، او عشیرتهم یا قوم و قبیلشون باشه. بعد قرآن چی میفهمد؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، چنین انسانهایی انسانهایی هستن که درون قلب اونها نور ایمان جای گرفته است. و ایدهم به روح من، اینا مورد تأیید خالقند. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی است، اونها هم از خالق راضی هستند. اولئک حزب الله، حزب الله واقعی چنین انسانیه که برای خدا وصل می کند. اون لحظه ای که احساس کرد خدا قطع کرده از کسی، بلا فاصله چه می کنه آقا؟ قطع می کند. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون روایتی که دیشب براتون از زبان حضرتش تلاوت کردم که دوستان رو معرفی میکند، دشمنان رو هم معرفی میکند، میفهمد و اعداؤک ثلاثه عدوک، شما سه نوع دشمن داری، یکی دشمن خودت، دو و صدیق و عدوک دوست دشمن انسان میشه دشمن انسان با یک واسطه، دوست دشمن انسان با یک واسطه میشه دشمن انسان، این دو. و عدو و صدیقک، دشمن دوست انسان با یک واسطه میشه دشمن انسان. یک نمونه عرض میکنم از تاریخ، عرضم رو جمع میکنم. جناب عدی، آقایی بفرمایید، پسر حاتم طاییه، درست؟ این مرد بزرگ، این راد مرد در سنه نهم یا هشتم هجری در ماه شعبان آمد محضر نبی مکرم صلوات الله و سلامه علیه در مدینه منوره و اسلام رو انتخاب کرد. آقای بفرمایید این فراز تاریخ رو. و ایشان تا سنه 68 هجری زنده بود، در جنگ‌های متعددی در عراق و شام شرکت کرد، در جنگ صفین، در جنگ جمل، در جنگ نهروان، در سه جنگ در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود. و چشم مبارک این راد مرد بزرگ در جنگ جمل، یک چشم ایشان آسیب دید که نمی دید، چشم ایشان نابینا شد و در سنه 68 هجری هم از دنیا رفت. 120 سال این مرد در دنیا عمر کرد، اونجوری که در کتب تاریخ برای ما مثل سیره حلبی ابن هشام، مثل طبقات، مثل اسطلقابه برامون نقل کرده. جناب عدی وقتی احساس کرد که لشکر خاتم الانبیا دارن حمله می کنند، اهل و ایالش رو سوار مرکب کرد، گریز کرد، از دست مسلمان ها فرار کرد. خواهر او اسیر شد به دست مسلمان ها، آوردن خواهرش و دختر حاتم طایی رو آوردن مدینه منوره. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتی متوجه شدن که این دختر دختر حاتم طایی است، خب یک شخصیتی است در میان عرب ها و حاتم طایی رو نامش رو به زبان می آوردن به عنوان یک شخصیت بزرگ، دخترش اسیر شده دست مسلمان ها و
وجود مقدس نبی مکرم صلوات الله علیه و آله با یک عظمت و احترامی این دختر حاتم طائی رو آزاد کرد، در یک هودجی بسیار مجلل دختر حاتم طائی رو قرار داد، لباس، غذا، امکانات در اختیار او گذاشت و با احترامی او رو برگردون به آغوش قوم قبیله خودش. وقتی آمد برگشت به قوم قبیله خودش، به برادرش عدی رسید، گفتش که عدی گفت بگو ببینم چه خبر از این خاتم الانبیا، چه خبر، چی رو انسانیه؟ گفتش که برادرم، البته این خواهر حاتم، دختر خواهر عدی و دختر حاتم طائی اسلام رو انتخاب کرده بود ولی اظهار نکرد پیش داداشش عدی. گفتش برادر همین مقدار بهت بگم، یا پیغمبر است، اگر به حق پیغمبر است باید تسلیمش بشی امروز نه فردا، اگر پیغمبرم نباشه یه پادشاهی باشه باز هم هر چه زودتر به سوی او تقدم به جویی برنده شدی، ضرر و زیان نکردی اگر بری به سوی او. کاری کرد که آقا عدی حرکت کرد، آمد مدینه منوره محضر خاتم الانبیا. وقتی محضر پیغمبر رسید، دقت بفرمایید، وقتی محضر پیغمبر رسید، در رکاب پیغمبر داشت قدم میزد در مدینه، پیرزنی رسید به پیغمبر اکرم، شروع کرد از رسول الله صلوات الله علیه و آله شروع کرد سوال کردن. پیغمبر همینطور زیر این آفتاب خورشید و آفتاب سوزان مدینه ایستاده بود، پیغمبر جواب پیرزن رو میداد. این وقتی این صحنه رو دید گفت این حرکت، حرکت یک پادشاه نیست که برای یک پیرزن این جور سر دو پا بیست زیر آفتاب سوزان برای که میخواد جواب او رو و پاسخ او رو بده. حضرت آوردنش عدی رو به خانه خودشون، میگه وقتی وارد شدیم درون خانه رسول الله، پیغمبر اکرم یه تیکه فرشی آوردن انداختن، این فرش ظرفیت بیش از نشستن یک نفر رو نداشت. پیغمبر به من فرمودن بنشین روی فرش. اون چه کردم که خود رسول الله بنشینن، حضرت نپذیرفتن، من نشستم، پیغمبر در برابر من روی خاک نشست. آیان عجیب بود اخلاق رسول الله، عجیب بود آیان. یعنی باور بفهمد یکی از عوامل بسیار مؤثر برای این که در طول 23 سال بعثت پیغمبر این پرچم اسلام به اهتزاز درآمد، اخلاق رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بود. عجیب بود پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رو کردن بهش فرمودن که تو آیین نصرانیت داری، پنهان کرده بود از افراد که مسیحی بود ولی پنهان کرده بود، به هر حال علائمی بر حقانیت پیغمبر دید، اسلام رو انتخاب کرد و عجیب خدمت کرد جناب عدی ابن حاتم به اسلام و قرآن. در جنگ صفین پرچم لشکر امیرالمؤمنین به دست جناب عدی بود. معاویه که طرف مقابل امیرالمؤمنین بود، پرچم لشکر او به دست حابس بود. حابس برادر زن عدی ابن حاتمه، درست؟ عدی پرچمدار لشکر امیرالمؤمنینه، حابس هم برادر زنش پرچمدار لشکر معاویه ابن ابی سفیان. جنگ آغاز شد. بعد از این که جنگ به پایان رسید، عدی ابن حاتم با زید پسرش داشتن در میان کشته های دشمن میچرخیدن. همینطور که داشتن میچرخیدن، ناگهان چشم زید افتاد به بدن داییش که روی زمین افتاده بود. صدا زد بابا، باباش صدا زد.
بابا جناب عدی جلو تشریف آوردن گفت نگاه کن داییمو یک نگاه کرد جناب عدی به بدن برادر زنش روی زمین رو کرد به پسر زید فرمود زید پسرم خدا لعنت کنه دایی تو بد قتلگاهی رو برای خودش انتخاب کرد این جمله رو فرمود تا این جمله رو فرمود زید صداش بلند شد تو لشکر امیرالمومنین سلام الله علیه صداش بلند شد کی داییم حابسو کشته بار اول صداش تو بلند شد کسی جوابش نداد بار دوم بار سوم یکی از تو لشکر امیرالمومنین از قبیله بکر ابن وائل جلو اومد گفت چی میگی زید گفت این داییم حابسو کی کشتتش فرمود من گفت چجو کشتیش؟ شروع کرد کیفیت کشتن حابس رو برای زید ابن عدی ابن حاتم نقل کردن توجه هم نداشت که این چه قصد و قرضی داره همونطور که داشت براش نقل میکرد ناگهان نیزه رو کشید حمله کرد به قاتل داییش او رو نقش زمین کرد تا نقش زمین کرد جناب عدی متوجه شد الله اکبر آقا بابا داره تعقیب میکنه فرزندشو بکشد برید تاریخو بخونید حمله کرد جناب عدی به سوی فرزندش زید به قصد کشتن او هم پا به فرار گذاشت تا شروع کرد فرار کردن فریاد میکشید جناب عدی مگو بر دین خاتم الانبیا نباشم اگر من تو را تسلیم نکنم به یاران مولایم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رفت تو آغوش معاویه ابن ابی سفیان تا رفت معاویه پناهش داد جناب عدی تا دید فرزندش زید از دستش خارج شد دستش رو به آسمان بلند کرد مثل بارون عشق میریخت عرضه داشت خدایا زید فرزندم از مولایش علی ابن ابی طالب رو برگردوند و محبت دشمنان امیر المؤمنین رو در دل خود جای داد خدایا او رو هدف تیرهای بلای غیبی خودت قرار بده عشق میریخ میگفت آسمان سایه نیندازد بر من که جایی باشم که در اونجا زید فرزندم باشه ای ایمان ای چی اسمش آقا؟ تا احساس میکنه فرزندش از دوستان امیر المؤمنین رو بر میگردونه محبت دشمنان امیر المؤمنین رو در دل جای میده بلا فاصله محبت فرزندش رو از دل برون میاره اینجا جای دیگه وصل نیست اینجا جای قطعه او قطع کرد با خدا و دوستان خدا ولو فرزند منه منم باید از او چه کنم آقا؟ قطع کنم ایر بهش میگنیم مؤمن چنین آقا اونجایی که خدا قطع میکند اونجایی که وصل میکنه ایر میگن ایمان کامل با دوستان خدا دوست با دشمنان خدا دشمن تولایی داریم تبرایی داریم مؤمن باید اهل تولا و تبرا باشه خیلی مزه میخوام درون این دل هم محبت امیر المؤمنین هم دشمن امیر المؤمنین در سوره مبارکه احزاب خدای تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه
بابا یه قلب خدا بهت عنایت کرده، درون این یک قلب یک محبت جای میگیرد، دو تا محبت متضاد، هم دوست خدا هم دشمن خدا، هم امیرالمومنین هم دشمن امیرالمومنین، هم صدیقه طاهره هم دشمن حضرت زهرا، معنی نداره که. نه تنها مؤمن باید، آیه بفرمایید، نه تنها مؤمن باید با دشمنان خدا و اهل بیت قطع کند به خاطر خدا و اهل بیت، نه تنها این، بلکه یه پلکان بیت بالا با اون، این که آقای بفرمایید، با اون این که مؤمن باید با فرهنگ دشمنان خدا و اهل بیت هم چه کنه؟ قطع کند، رو برگردونه. نه اون که من اظهار دشمنی بکنم با دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت، اما فرهنگ اونها حاکم بر زندگی من باشد. نه اوه الله تبارک و تعالی الى نبی من انبیائه لا تأکلوا مآکل اعدائی ولا تلبسوا ملابس اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی فكونوا اعدائی كما هم اعدائی. آقایان، دوستان اهل بیت، خدای تعالی وحی کرد به یکی از پیغمبرانش، مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر آورده این روایت رو، خدای تعالی وحی کرد چی؟ لا تأکلوا مآکل اعدائی، غذای دشمنان منو نخورید. دوست منید، غذای دشمن منو میخورید. دوست امیرالمؤمنینید، غذای دشمن امیرالمؤمنین. آقا آمد یک دختر خردسال آمد درون خونه، تا وارد شد اینا رو برای کی نقل کردن؟ تا وارد شد بوی حلوایی به مشام چیزی، بوی عطر حلوایی، رفت پیدا کرد این ظرف حلوا رو، رو کش و از روش برداشت، دید حلوای یه مقدار خورد، باباش رسید، ابوالاسود دوئلی رسید، فهمو دخترم این حلوا رو کی خورده؟ تو خوردی؟ تو گفت آری. فرمود میدونی یه حلوا رو کی فرستاده برامون؟ گفت نه. گفت یه حلوا رو معاویه ابن ابی سفیان فرستاده. تا شنید این دختر 4-5 ساله، گفت قبحه الله یخدعنا عن السید المطهر بالشهد المزعفر روی معاویه سیاه، قبحه الله روی معاویه سیاه، میخواد منو از امیر المؤمنین دور کنه با حلوای شیرینش. رفت اون چرا خورده بود برگردوند، شروع کرد خوندن، اب شهد المزعفر یبن هند نبی و علیک احسابا و دینا معاذ الله کیفه یکون هازا. معاویه با حلوای شیرین اینت میخوای محبت و ولایت علی رو از کام من برون بیاری؟ معاذ الله. نباید درس بگیریم؟ لا تأکلوا مآکل اعدائی، غذای دشمنان منو نخورید. ولا تلبسوا ملابس اعدائی، لباس دشمنان منو تنتون میکنید؟ دوست امیرالمؤمنین لباس دشمن امیرالمؤمنین؟ اگر دشمن امیرالمؤمنین نمیخوای، لباسش هم نخوا، فرهنگش هم نخوا. ولا تسلکوا مسالک اعدائی، راه و روش دشمنان من حرف زدنت، کیفیت هیئت و اندامت، به مثل دشمنان من. یک جمله، بپوش، بخور، نظافت رو رعایت بکن،
ولی که یه نکته رو فراموش نکن با اون، این که لباس تو، اندام تو، موی سر تو، هیئت تو زیبنده دوست امیر المؤمنین باشه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حضرت عایشه میگه در خانه پیغمبر کوبیده شد، دیدم آقا رسول الله تشریف آوردن. وقتی تشریف آوردن تو آب دیدم پیغمبر دارن نگاه میکنن، محاسن صورتشون دارن منظم میکنن که میخوان برن در خونه رو باز کنن. گفتم یا رسول الله شما؟ فرمود خدا دوست میداره وقتی مؤمن به دیدار مؤمن میره تمیز باشه، نظیف باشه، مرتب باشه، دوست داره خدا. ولی اون نکته حساسش اینه، ما باید اونی رو که باید رعایت کنیم اینه که لباسمون، انداممون، نمیدونم چی بگم، مدل مومون، ناخن دستمون بگیرید و برید زیبنده یک دوست امیر المؤمنین صلوات الله علیه باشه. پس یک دوست اهل بیت و دوست خدا فرهنگ دشمنان خدا و اهل بیت رو هم دیگه هیچ وقت حاکم بر زندگیش نمی کند. عرضم تمام، یک جمله بگم دعاتون میکنم با اون، این که عزیزان من، قانون خدا محترمه، این رو انشاءالله فراموش نکنید. قانون خدا محترمه، فرهنگ اسلام محترمه. شما ببینید چرا امام حسین صلوات الله علیه کشته می شود؟ آیا بفرمایید، آیا نمیتونست خداوند متعال جلت عظمته دین خودش، قرآن خودش، مکتب اسلام را با کشته نشدن امام حسین حفظ کنه از دست دشمنان؟ نمیتونست. اگر بگید نمیتونست، پس شما قدرت خدا رو محدود کردید، شده مثل او یهودی ها که میگفتن چی؟ ید الله مغلوله. خدا هم خطاب بهشون میکنه قلت ایدیهم ولو اینو به ما قالو. قدرت داشت. چرا آقای بفهمون یک ثانیه، یه ثانیه لطف بفهمون، چرا حاضر شد خداوند منان ای حسین ابن علی با این عظمت و مقام با اون وضع کشته شود برای حفظ دین؟ علت چیه؟ چی میتونید جواب بدید؟ آقای درسه، تا قیامت خدا میخواد به من و شما و به بشریت برساند، اونقدر قانون من، فرهنگ من عظمت دارد، احترام داره که من حاضر میشوم از حسینم بگذرم. برای چی؟ برای قانونم. از حسین ابن علی میگذرم برای قانونم. نکنه شما تو دنیا روی هوا و هوستون این قانون مرا، فرهنگ مرا ملعبه زندگی خودتون قرار بدید. همین واجب و حرام، همین مستحب و مکروه. حسین ابن علی کشته می شود به قیمت خون امام حسین، این قانون تمام شده. به قیمت خون یک شیرخواری 6 ماهه تمام شده که روی دست بلند کند صدای نازنینش بلند، یا قوم الم ترحمونی فرحمو هاذا الرضیع اما ترونه کیف یتلظا عطشا. به قیمت این قانون، این فرهنگ، به قیمت صدای ناله زهرای مرضیه بین در و دیوار تمام شده. با ناله زهرای مرضیه وقتی که زبیر رسید دید ریسمان به گردن امیر المؤمنین صلوات الله علیه بستن، شمشیرشو کشند. یا امیر المؤمنین اجازه میدید خالد بیاد شمشیر رو سر شما بگیره؟
ریسمان به گردن شما ببندن. چی فرمود؟ فرمود خالد من همون امیر و... فرمود زبیر من همون امیر المؤمنینی هستم که در جنگ احد بین زمین و آسمان صدا بلند شد لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. ولی برای حفظ قانون خدا چه میکنم؟ صبر میکنم ولو به قیمت جانم تمام شود. یعنی چقدر قانون عزیزه؟ چقدر قانون محترمه؟ صبر میکنم ریسمان به گردن من ببندن، مرا کشون کشون به مسجد ببرن، با اون که قدرت دارم از خودم دفاع کنم، اما نمی کنم برای حفظ قانون خدا. صبر میکنم در حالی که دارم میبینم مردان نامحرم دور ناموسم فاطمه سلام الله علیها رو گرفتند، دارن زهرای منو میزنن. صبر میکنم، صبر میکنم، تحمل میکنم، با اون که قدرت دارم دفاع کنم. برای چه؟ برای این که این قانون خدا بماند، برای این که این قرآن بماند، این اسلام بماند. ولی به اعتقاد من آیان این همه جنگ ها امیر المؤمنین صلوات الله علیه شرکت کرد، این همه جنگ ها با قدرتمندترین افراد مثل مرحب ها امیر المؤمنین روبرو شد، زانوان امیر المؤمنین خم نشد، ولی در یک لحظه از عمرش امیر المؤمنین مرد. او کی بود؟ او زمانی بود که ریسمان به گردن نازنینش دستهای امیر المؤمنین رو بستن، جلو چشم امیر المؤمنین ناموس جوانش زهرای مرضیه رو دارن میزنن. چه گذشت بر امیر المؤمنین؟ خدا میداند و بس. چه گذشت بر امیر المؤمنین؟ جناب فزه میگه سر بیبی دو عالم در دامان من بود. بیبی بیهوش میشد، بهوش میآمد. از شدت اون ضربتی که به پهلوی بیبی اصابت کرده بود، دیدم بیبی چشای مبارکش رو باز کرده، نگاه کرد به من، فرمود فزه علی کجایه؟ تا گفتم بیبی جان علی رو بردن به مسجد، فرمود فزه زیر بغلمو بگیر بلندم کن، منو به مسجد ببره، علی غریب است، علی رو یاریش کنم. وارد مسجد شد بیبی دو عالم، یه نگاه کرد دید ریسمان به گردن امیر المؤمنین، سر برهنه، پا برهنه، شمشیر رو سر مولا نگه داشتن، حسنین دارن خیر خیر به بابا جون امیر المؤمنین نگاه میکنن، فریاد بی بی بلن خلوب نو امی، علی رو رها کنید و الا پیراهن بابام رو سرم می اندازم، مو پریشون می کنم، میرم کنار قبر بابام شما رو نفرین می کنم. سلمان میگه بی بی میرفت
به طرف قبر پیغمبر، دیدم پایای مسجد پیغمبر از جا کنده شد. امیرالمومنین فرمود سلمان برو فاطمه رو برگردون، الان عذاب بری مردم نازل می شود. عزیزان به امر مولا سلمان بی بی رو برگردون، ولی آخر الام بی بی کاری کردن که مولا رو آزاد کردن، ریسمان از گردن مولا باز کردن، مولا رو به خانه برگردون زهرای مرضی. تا زینب 5 سال دید مادر بابا رو برگردون خوشحال شد. گویا به زبان من بی بی زینب یادش نرفت بعد از ظهر عاشورایا، گویا فرموده باشه بگذار منم برم حسینو به خیمه بیاورم، بچه‌اش بابا رو ببینن خوشحال شون. ولی وقتی آمد کنار گودی قتلگاه دید و شمر و جالسون علا صدر الحسین. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.